حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین؟ بچه افشین فخری هستم، دبیر فیزیک با 25 سال سابقه تدریس در تهران و شهرستانها در زمینه یک کنکور. بچه ما با آقای رخشان که صحبت کردیم یه طرح خواستیم برای شما آماده کنیم به نام طرح 20 که برای شما شب امتحانی درس خوندن آسون کنه که با نگاه کردن به این فیلم ها بتونین راحت یه دوره فصل سال دهم و یازدهمتون رو داشته باشین و بتونین در امتحان بهترین نتیجه رو بگیرید. چرا بچه؟ چون ما بعد 25 سال سابقه تدریس میدونیم درس چجوری باید واسه تدریس بشه و این مطالب رو چجوری واسه خلاصه کنم. هر فصل اومدم تو 2 ساعت الی 3 ساعت با 5-6 صفحه جزوه به طور کامل مختصر و مفید بیان کردم واسه شما که اگه با ما همراه باشی میدونی که درس رو باید چجوری بخونی تا در درس فیزیک موفق باشی. آقا ما فیزیک رو باید مفهومی بخونیم، چون من چند بار گفتم یه رابطه رو یه بچه 4-5 ساله میتونه حفظ کنه، ولی آیا میتونه مسئله حل کنه؟ هرگز. چرا؟ چون هیچ درکی از اون روابط، هیچ درکی از اون حروف نداره. من نوعی وقتی روابط رو حفظ میکنم نمیتونم مسئله حل کنم. من هر چقدر درکم از اون رابطه بالا بره، هر چقدر بیشتر بفهمم، مسئله رو راحت تر حل میکنم. با ما باشید، فصل ها رو یک به یک با هم دوره کنیم تا برای شب امتحان هیچ مشکلی نداشته باشیم. فقط از شما یه چیزی میخوام که آقا جزوه رو نگاه کنی، با من همراه باشی، بعد اینکه فیلمو نگاه کردی، مثالای جزوه رو برای خودت یه بار دیگه حل کردی، یه بارم کتاب واسه خودت روخونی کنی که برای سوالات کتاب، تمنای آخر کتاب یه دوره و پیش زمینه داشته باشی واسه شب امتحانت که دیگه هیچ مشکلی نداشته باشی. مطمئن باش بهترین نتیجه رو خواهی گرفت. هدف ما موفقیت شماست. خب بچه، بریم برای فصل اول دهم ما که راجع به مفاهیم فیزیک و اندازه‌گیریه. بچه، توی امتحانت ممکنه کمترین نمره رو توی فصل داشته باشه، واسه کنکورت هم همینطور، یه دونه سوال ازش بیشتر نمیاد، ولی بچه ها پایه فصل‌های دیگه است. ما اینجا باید کمیت ها رو بشناسیم، انواع کمیت ها رو یاد بگیریم، تبدیل واحد رو یاد بگیریم، چون بچه ها تو تمام سوالات فیزیک میتونه یه دونه تبدیل حداقل واحد داشته باشیم. اوکی شد؟ تبدیل واحد رو اینجا خوب یاد میگیریم که برای فصلهای بعد، برای سال بعدت، برای کنکورت مشکلی نداشته باشی. حالا کسی که این فیلمو میبینه، حالا یا دانش آموز دهمه میخواد واسه امتحان آماده بشه، یا دانش آموز کنکوری میخواد یه دوره مختصر از فصل رو داشته باشه، با من همراه باشین تا ببینیم که بچه چیکار باید بکنه. آقا تعریف اولی که چیز خاصی نداره، فیزیک کلا یعنی شناخت طبیعت. کلا ما میگیم فیزیک یه علم تجربیه، باید تجربه کنیم، آزمایش کنیم تا یک چیزی رو ببینیم. فیزیک، آقا ما با متافیزیک کاری نداریم، با روح، جن و پرینا، آقا چون اونا اصلا قابل لمس نیستن. ما چیزی رو تو فیزیک قبول میکنیم که ببینیم، مشاهده کنیم، تجربه کنیم، تو طبیعت وجود داشته باشه. تعریف قبلی فیزیک که تو کتابتون نوشته بود گفته بود علم فیزیک علم تجربه، ولی تو تعریف جدید کتابت نوشته علم شناخت طبیعت. یعنی بچه همون قابل لمس بودنشه، حالا فرق نمی کنه از اتم و گرفته و مولکول و اینا تا اجرام کهکشانی، برای ما فرقی نمی کنه. فیزیکدان بچه در جستجوی دنبال الگو و نظم خاصی که این پدیده ها رو به همدیگه ربط بده، از این پدیده ها فرضیه و نظریه و اصل و قانون بسازه تا بتونه بقیه پدیده ها رو بر اساس اون چکار کنه؟ توجیه بکنه. توصیف جهان در قالب قانون، مدل و نظریه انجام میشه.
یعنی بچه ها این سه تا برای ما مهمن: قانون، مدل و نظریه. قانون چیه؟ قانون های فیزیک بچه ها معمولا رابطه بین برخی از کمیت های فیزیکیه که اونو ما میتونیم بر اساس مشاهداتی که کردیم به دست بریم و پدیده های وسیعی از جهان رو توجیه کنه. قانون عمومیه، قانون عمومیه برای ما، یادت نره. اصل چیه؟ بچه اصلا مثل قانونه، بازم رابطه داره، ولی چیکار میکنه؟ یه دامنه محدودتری رو برای ما مشخص میکنه. ما وقتی میخواییم بچه تو این کتاب ما درس رو راحت تر مطالعه کنیم، میاریم پدیده‌های فیزیک رو ساده میکنیم. به این حالت میگم بچه مدل سازی. بچه من اینو میندازم بالا، این بالا یه قط میزنه، یه دور میزنه، میاد پایین. خب بچه وقتی این دور میزنه یه تغییری در حرکتش به وجود میاد. مثلا ما وقتی جسم رو میندازیم، مثلا تو کتاب توپو مثال زده، من توپو میندازم بالا میاد پایین، بچه برای اینکه اون راحت مطالعه کنم میتونم از چرخش توپ دور خودش صرف نظر کنم، میتونم از مقاومت هوا صرف نظر کنم چون محاسبات من چی بشه؟ راحت تر بشه. ولی بچه دیگه نمیتونم از نیروی وزنش صرف نظر کنم. چرا؟ چون اینو وقتی انداختم بالا در اثر نیروی وزنش میاد پایین. موقعی که میندازم بالا نیروی وزن به سمت پایینه، پس حرکتش کنشونده میشه، سرعتش کم میشه، بعد برمیگرده پایین. من وقتی میخوام میگم ساده سازی کنم، اون نکاتی که ریزن و زیاد مهم نیستن رو میذارم کنار، اصلی رو که نمیتونم بذارم کنار. پس توی پرتاب یک جسم رو به سمت بالا نیروی وزن و شتاب گرانشی رو نمیتونم حذفش کنم، ولی میتونم مقاومت هوا رو صرف نظر کنم. من میتونم ابعاد جسم رو کوچیک در نظر بگیرم، گلوله در نظر بگیرم که مقاومت هوا توش تأثیر نداشته باشه. این پدیده بچه بهش میگم مدل سازی. برای اینکه محاسبات ما تو کتاب دهم، یازدهم و دوازدهم راحت تر باشه. حالا وارد دانشگاه میشی، مقاطع بالاتر، فوق لیسانس و دکترا، اگه رشته فیزیک داشته باشه، اونجا دیگه ریز میبینی، همه چی رو میبینی، از هیچ چی صرف نظر نمیکنی، چون باید محاسبات دقیق باشه. حالا ما میخوایم کلی راجبش صحبت کنیم بچه، پس میایم چیکار میکنیم؟ مدل سازی میکنیم. توی مدل سازی پدیده فیزیکی رو ساده میکنیم تا تحلیلش چی بشه؟ راحت تر بشه. تو سقوط جسم صرف نظر کردن از مقاومت هوا و ابعاد جسم، حالا اینجا ننوشتم، یه نوع مدل سازیه. در حرکت سیارات گرد خورشید ذره فرض کردن اونا، یعنی ابعادشون هم در نظر نمیگیریم، راحت تره. در مدل سازی اثرهای جزئی نادیده گرفته میشن، نه اثرهای مهم و تعیین کننده. اثرهای مهم و تعیین کننده رو نمیتونی ازش صرف نظر کنی. مثلا من یه جسم رو سطح میکشم، حالا میتونم از مقاومت هوا و اصطکاک صرف نظر کنم، ولی اون نیرویی که جسم رو میکشه که دیگه نمیشه صرف نظر کرد. یا ماشینی که در حرکت میکنه از نیروی موتورش نمیشه صرف نظر کرد. اوکی بچه ها؟ چون اگه موتور نباشه اصلا ماشین حرکت نمیکنه. اینا تعریف‌های کلی و عمومی بودن. خب بچه، کمیت ها، اونا خیلی کلی بودن که سریع از روش گذاشتم، شما با یه بار رو خونم از کتاب بهش میرسی. اینا برای من مهمن که روی اینا تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمن، حواست باشه. گفتم شاید توی کنکور یه دونه سوالم از این کمیت ها به طور مستقیم نیاد، ولی بچه توی فصلهای بعد و سالهای بعد خیلی خیلی باهاش کار داریم. بچه اصلا کمیت برای من چیه؟ کمیت هر چیزی که به طور دقیق اندازه گیری بشه بهش میگن کمیت. مثلا تعداد دانش آموزای یک کلاس یک کمیته، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 26 شمردم، دقیق اندازه گیری کردم، میشه کمیت. ولی بچه خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، اینا کیفیت هن. دقیق اندازه گیری نمیشن. کمیت ها چون دقیق اندازه گیری میشن، با یه عدد میتونی مشخص کنی. درست شد؟ عدد بهش میدی. من میرم رو ترازو وای میستم، جرم من میشه 92.5 کیلوگرم. کیلوگرم من واحدم واسش میذارم، این میشه کمیت فیزیکی. بچه کمیت کلا قابل اندازه گیریه. تعداد دانش آموزای کلاس کمیت است، ولی بچه کمیت فیزیکی نیست، چون یکا نداره. کمیت فیزیکی اگه بخوام راجبش صحبت کنم، کمیت فیزیکی هر پدیده، هر چیزی که به طور دقیق اندازه گیری بشه
یه عدد واسش بذارم، یه واحد جلوش بذارم میشه کمیت فیزیکی. من گفتم که رو ترازو وای میستم 92.5 کیلوگرم، پس جرم من یه کمیت فیزیکیه. اوکی شد. من میرم کنار دیوار وای میستم، خط قدمو اندازه گیری میکنم، میشه 178 سانتی متر، 1.75 × 78 متر. اوکی شد بچه، اینم میشه قد من. اندازه گیری کردم، عدد گذاشتم، یکم جلوش گذاشتم. حالا سانتی متر میخواد باشه، متر میخواد باشه، اینچ باشه، فوت باشه، هر چی که یک ها داره دیگه، درسته؟ اینا بچه ها میشن کمیت های فیزیکی. پس کمیت های فیزیکی کمیت هایی هستن که یک ها دارن، عدد دارن و یک ها دارن. خب حالا این کمیت ها بچه به دو دسته تقسیم میشن. کمیت های نردی فقط بچه عدد و یک ها دارن، عدد و یکا دارن، همین طول، قد من، جرم من، زمان، همه چی فقط عدد داره. پس اون کمیت هایی که فقط عدد داشته باشه و یکا داشته، کمیت عددیه، اسمش روشه، کمیت عددی، نردهی، اسکالر هم بهش میگن. ولی بچه کمیت های برداری علاوه بر مقدار، مقدار همون عددشه، مقدار و یکا جهت هم داره. مثلا میگم بچه ماشینی با سرعت 125 کیلومتر بر ساعت رفت، میگه کجا رفت؟ گفتم میره طرف تهران، کرج، شمال، شرق، غرب. جهت واسش قائل میشی. من به این خودکار، به این قلم، دهنیاتون نیرو وارد میکنم، این دهنیاتون رو من میتونم هول بده، بکشه، ببره بالا، بیاره پایین. جهت باید مشخص بشه. من اگر واسه نیرو جهت اعلام نکنم ناقصه. دهنیاتون نیرو وارد کردم، چیکارش کردی؟ هلش دادی کدوم طرف، کشیدی کدوم طرف، فهمیدی چی شد؟ کمیت‌های برداری باید جهت داشته باشن. بچه ما فیزیکو اینطوری میخونیم، باید بفهمی. آقا ما وقتی میگیم توی کنکور، بچه های ما توی کنکور فیزیکو بالاترین درصدشون از نسبت به درس‌های دیگه، بچه ما تو کنکور فیزیکو صد میزنن بدون اغراق نمیگی. وقتی دانش آموز من توی کنکور فیزیکو مثلا 80 میزنه، زیست و 50 میزنه، شیمی رو 42 میزنه، منم بهت قول میدم آقا فیزیکو حتما 100 میزنی، ولی بهت قول میگم فیزیکت بالاترین درس ها میتونه باشه واسه. چرا؟ چون باید بفهمی. اگه با ما باشی بفهمی، میدونی که چجوری باید فیزیک بخونی. باید از همین الان، از همین پایه دهم باید مفهومی بخونی. اگر مفهومی نخونی بچه هیچ کاری نمیتونی بکنی. ما باید بفهمیم فیزیکو. آقا فیزیک مفهومیه. آقا اون 30 سال پیش بود، 40 سال پیش بود که میگفتن آقا 1000 نکته 1000 تست. از بابات بپرس اگه همسن ما باشه، مثلا 30 سال پیش کنکور داده باشه، بچه کتاب بازار بود نکته تست. یعنی کتابی که من یادم گرفته بودیم نمیشه 1000 نکته 1000 تست. آقا مفهومی تو کار نبود، حفظ میکردی، این اومد این کار کن. ولی بچه کنکور خیلی وقت عوض شده. کنکور در من 7-8 سال 9 سال عوض شده. برای ما هم که شیوهمون رو عوض کردیم، از اون شیوه قدیم اومدیم بیرون، موفقیم. باید بفهمی. آقا بدون مفهوم نمیتونی فیزیکو تو کنکور بزنی. اوکی شد. پس به همین تعاریف اولیه دقت کن. آقا خیلی از بچه ها بد میخونن، خیلی از شما بد میخونی. من دیدم یه جزور ورق میزنه، یو مساوی با ام جی هاش، کا مساوی با یک دومه، فقط رابطه میبینه. آخه این رابطه حفظ کردن به درد من نمیخوره. تو اگر انرژی جنبشی رو لمس نکنی، انرژی پتانسیل رو لمس نکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. وقتی یه کمی عدد عوض میشه، شما دیویدی های مختلف تلویزیون نگاه میکنی، میگه آقا این اومد این کار کن، این اومد این کار کن، آقا این نیومد چیکار کنم؟ تو رو وسط رها کرده تو رو. ولی ما این کار رو نمیکنیم. ما هیچ رابطه خارج از کتاب کار نمیکنیم، ولی میفهمیم که چی کار باید بکنیم. خب بچه ها، تا اینجا فهمیدی کمیت نردهی و برداری چیه؟ عدد دارم، بردار دارم، کمیت عددی، نردهی، اسکالر فقط مقدار دارن، فقط بزرگی دارن، فقط اندازه دارن. مقدار، بزرگی، اندازه رو با یه عدد نشون میدی. گفتم رو ترازو وای میستم، اندازه وزن جرم من 92.5 کیلوگرمه، بزرگی جرم من 92.5ه،
دیگه جهت واسش قائل نیستی، میشه کمیت عددی، فقط با یه عدد میتونی نشون بدی. ولی برداره که به این صورت، بچه کمیت های نرده ای رو با جمع عددی 4 کیلوگرم و 5 کیلوگرم با هم میشه 9 کیلوگرم، تمام، چیز دیگه ای نمیتونه باشه، درست شد. ولی بچه کمیت برداری اینطور نیست. کمیت های برداری وقتی میخوایی دوتا بردار رو با هم جمع کنی، گفتم یه بردار موقع کامل میشه که هم اندازش مشخص باشه هم جهتش. پس وقتی میخوام اینا رو با هم جمع کنم باید اندازه و جهت داشته باشم. آقا یه بردار بدون اندازه یا بدون جهت کامل نیست، هم جهت هم اندازه. پس وقتی میخوام جمع کنم باید جفتشو در نظر بگیرم. حالا بچه روش کلی که واسه نوشتم اینه، دوتا برداره میخوای با هم جمع کنی، شما یه بردار آ داری یه بردار بی داری، میخوای اینا رو با هم جمع کنی، از یه نقطه رسم میکنی، آ و بی رو از یه نقطه رسم میکنی، از سر آ موازی بی، از سر بی موازی آ، یه متوازی الاضلاع به دست میاد، قطر متوازی الاضلاع میشه جمع این دوتا، که بچه ها رابطه کلیت میشه آر دو مساوی با آر، یعنی اندازه بردار برایندت، آ دو به دو به اضافه دو آ به کوسینوس آلفاست، این میشه اندازه بردار برایند. که بچه ها برای شما این رابطه دیگه کلن در نظر گرفته نمیشه، حالتهای خاصش در نظر گرفته میشه. دوتا بردار همجهت باشن، به جای آلف تتا صفر بذار به این رابطه میرسی، خلاف جهت باشن به جای تتا 180 بذار به این رابطه میرسی، دوتا بردار عمود بر هم باشن به جای کوسینوس 90 بذار کوسینوس 90 صفر میشه فیثاغورس، درست شد بچه ها؟ پس این سه تا حالتی گفتم از اینجا به دست اومده که از حوصله کلاس فعلا خارجه، چون هدف ما فقط امتحانه، میخوایم خلاصه دست بهت بگیم. همه اینا رو بچه ها توی طرح بعدی که براتون برای کنکور داریم جمع میکنیم که بری تو کنکور بهتره کنی، همونجور که تو امتحان پایان سالت میخوای یه نمره کامل بگیری، اونجا به اندازه کافی راجع به اینا صحبت کردیم. ولی در اندازه امتحانت پسر خوب دختر خوب همینقدر بلد باشی کافیه. دو تا بردار اگه همجهت باشن، یه سه دارم یه چهار دارم، برایندشون میشه هفت. خلاف جهت باشن، چهار تا این ور سه تا این ور میشه یه دونه این ور، از هم کم میکنی. اگر دوتا بردار همجهت باشن اندازه، قدر مطلق یعنی اندازه، یا به این صورت نشون میده یا مثل این بچه بردار روش نمیذاری، میگی اندازه آر میشه اندازه آ به اضافه اندازه بی، تمام شد. بردار روش گذاشتی جهت هم قائل میشی، نذاشتی فقط اندازه. خب پس میشه اندازه اولی به اضافه اندازه دومی، اگر خلاف جهت باشن از هم کم میکنی، عمود بر هم باشن فیثاغورس مینویسی، آ دو به دو، یعنی یه بردار سه دارم یه بردار چهار دارم، برندش میشه پنج، سه چهار پنج، اینا رو حفظی که بعدا کامل فیثاغورس رو واسه توضیح خواهم داد که چجوری فیثاغورس بنویسی، یه دو ساعت آ دو به دو ننویسی. مثلا من میگم 9 12، بچه ها چنده؟ 20 برایندشون. دیگه نهیم 9 به توان 2 12 به توان 2 بخشیم 15 میشه برایندشون. ببین اینا سری ذهنی حساب میکنم، اوکی شد؟ اینا رو همش رو با هم کار خواهیم کرد واسه کنکوره. همینقدر بلد باشی، پس هم جهت شدن با هم جمع میشن، خلاف جهت هست هم کم میشن، عمود بر هم باشن فیثاغورس باید بنویسی. روش چنزلی بخوای بری، که تو روش چنزلی بچه ها دیگه مثل اون از این نقطه رسم نمی کنی، پشت سر هم رسم می کنی، این یارو اول یه همچی جا به جایی داشته، بعد اینو رفته، بعد اینو رفته، اینجا نقطه آغاز، اینجا نقطه پایانه، اول اولی رو به آخر آخری وصل کنی میشه بردار برایند، که از این حالت تو این فصل زیاد استفاده نمی کنیم، بیشتر مال 12 که جا بردار جا به جایی نمیخوای حساب کنی. یک آهایی که ما داریم، گفتم بچه هر کمیت فیزیکی، کمیت معمولی نه، گفتم تعداد دانش آموزان کلاس کمیت، برای کمیت فیزیکی نیست، ولی کمیت فیزیکی باید یک ها داشته باشه، اوکی شد؟ یک های اندازگیری بچه ها باید غیر قابل تغییر باشن و دارای قابلیت باز تولید باشن. در SI 7 کمیت به نام کمیت های اصلی داریم، کمیت های اصلی ما طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، شدت جرانتیکی و شدت روشنایی. آقا 7 کمیت اصلی داری،
به غیر از این هفتا هر چی باشه میگی فرعیه. پس طول، جرم، زمان، دما، شدت جریان. من این پنجتا رو بیشتر کار داریم توی فیزیک. این پنجتا رو من به ترتیب اول میگم. مقدار ماده و شدت روشنایی تو فیزیک زیاد باهاش کاری نداری. مقدار ماده بیشتر تو شیمیه که مول یکاش، شدت روشنایی که کندلا یا همون شمع خودمونه. بچه تو اس آی ما یکاهامون بیشتر بچه میگیم تو اس آی، یعنی سیستم جهانی، سیستم اینترنشنال، که بچه برای همه قابل تعریفه، یعنی همه اونو میشناسن. سیستم اس آی ما بچه توی فیزیک چیه بچه؟ ام کا اس، متر کیلوگرم ثانیه. ام کا اس بیان میشه. توی شیمی بچه بهش میگن سی جی اس، مثلا طول بر حسب سانتی متر، جرم بر حسب گرم، زمانم که همون چیه ثانیه است. در دستگاه اس آی فیزیک طول باید بر حسب متر باشه، جرم کیلوگرم باشه، یادت باشه زمان ثانیه است، دما کلوین، شدت جریان بر حسب آمپره. مقدار ماده و روشنایی هم که روشنایی که اصلا کار نداری، فقط تعریف یادت باشه. مقدار ماده هم که مول تو شیمی باش کار داری. آقا تبدیل واحد، آقای محترم نگاه کن، برای تبدیل واحد شما زنجیره ای داری، اوکیه، که بچه میخوای گرم بر سانتی متر مکعب رو پیدا کنی، میخوای به چی تبدیل کنی؟ به کیلوگرم بر متر مکعب. خب گرم بر سانتی متر مکعب و بچه کیلوگرم بر گرم مینویسی که گرم با گرم میره، بعد سانتی متر مکعب بر متر مکعب، سانتی متر مکعب با سانتی متر مکعب میره، میشه کیلوگرم بر متر مکعب. این راه حل معمولیشه. حالا میخوام امروز یه راه حل سریع بهت یاد بدم که راحت جواب بدی. بچه اینا یه کمی واسه چی میشه؟ طولانی میشه. حالا کلا ما اگر خواستیم یه کمیت رو به کمیت دیگه، یه یکای رو به یکای دیگه تبدیل کنیم، به اصطلاح بهش میگن تبدیل واحد دیگه. یه چیز کاملا مشخصیه. اول پیشفنده رو اینجا برات بچه تعریفش رو بگم. شما خودتون میدونین که ما توی فیزیک با اعداد خیلی کوچیک از ابعاد الکترون، پروتون، نوترون کار داریم تا ابعاد خیلی بزرگ کهکشانی. ما برای اینکه اینا بچه راحت بخونیم و بنویسیم بعضی از پیشفنده استفاده میکنم که بعضی هاشون کوچیک و بعضی هاشون بزرگ میکنن. بچه کتابت هم اینا رو رنگی کرده، گفته همشو نمیخواد یاد بگیری، ولی بچه اینا که رنگی کرده رو باید بلد باشی. سانتی منفی 2، میلی منفی 3، میکرو منفی 6، نانو منفی 9 و پیکو منفی 12 است. پس اینجوری یاد میگی: سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو. سانتی منفی 2، میلی منفی 3، بعد بچه سه تا سه تا اضافه کن. سانتی منفی 2، سانتی اینجوری حفظ کن، مگه سانتی منفی 2، سانتی منفی 2، میلی منفی 3، سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو. سانتی منفی 2، میلی منفی 3، بعد سه تا سه اضافه میکنی: میکرو منفی 6، نانو منفی 9، پیکو منفی 12. اینا پیشفندهایی هستن که جلوی هر کمیت بیان کوچیکش میکنن. اونا که بزرگ میکنن اینه. بچه کیلو 10^3 مگا، گیگا ترا. بچه این مگا همون مگه که روزانه میگی، گیگا همون گیگی که هر روز داره میگی. مثلا اونجا میگه گیگا بایتش، تو میگی گیگ، خلاصش کردی، درسته؟ پس کیلو 10^3000 برابر میکنه، مگا 10^6 1,000,000 برابر میکنه، گیگا 10^9، ترا 10^12. اینا رو بچه باید چیکار کنی؟ بلد باشی. خب برای بچه تبدیل واحدت بذار اینجا یه مثال واسط بزنم، بعد بریم اونجا. آقا تبدیل واحد چیکار باید بکنی؟ من میخوام سانتی متر رو به کیلومتر تبدیل کنم. آقا با اون زنجیره من کاری ندارم. آقا چون به درد منم نمیخوره، هیچ کم ازت نمیخواد، چجوری اگه تو از تو جواب میخواد، تو امتحانم باروم نداره. خب بچه کار راحت کن. تو میای میگی توان معلوم منهای توان مجهول، توان معلوم منهای توان مجهول. خب بچه اینا که زنجیره من کنی باید حفظ باشی، چون تو امتحان بهت نمیدن. حالا منو نگاه کن چقدر راحت حل میکنی. سانتی مگه منفی 2 نیست؟ کیلو مگه 10^3 نیست؟ 10^3 سانتی منهای بچه میشه منهای 2، منهای 3 میشه منفی 5،
پس هر سانتی متر 10 به توان منفی 5. ببین چقدر راحت، خیلی خوشگل، سریع، بدون هیچ اشتباهی. اوکی شو، من میخوام سانتی متر رو به کیلومتر تبدیل کنم. توان معلوم، یادت باشه، توان معلوم منهای توان مجهول. یه مثال دیگه بریم. آقا شما میخوای میکرو ثانیه رو به میلی ثانیه تبدیل کنی. میکرو منفی 6، میلی منفی 3، منهای 6 منهای منهای 3 میشه منهای 6 به اضافه 3 میشه منفی 3. پس بچه ها میشه 10 به توان منفی 3 تمام. میکرو ثانیه میلی 1000 میلی ثانیه است. حالا اون عدد بهت گفت، حالا اینجا گفته 5 بذار، 10 بذار، 36 بذار. اون عدد باش کاره، اون عدد مستقیم میمونه. فقط برای تبدیل واحد یاد باشه توان معلوم منهای توان مجهول. حالا انقدر از اینجا واسط مثال آوردم که با هم کار میکنیم میفهمه چی میگم. بعد عجله نکن که آها سوال زیاده، استرس هم نگیر. الان تو اونجا تمرین میخوایم حل کنیم، 10-12 تا مثال واسط میخوام حل کنم. پس بچه ها توان معلوم منهای توان مجهول. یکی از بچه ها میگه آقا توان داشته باشه مثلا سانتیمتر مربع، نمیدونم سانتیمتر مکعب، میلیمتر مکعب، اینا رو چیکار کنه؟ خب بچه ها بدون توان معلوم منهای مجهول کن، بعد به توان برسون. اگر توان 2 ضرب در 2 میکنی، توان 3 ضرب در 3 میکنی. منو نگاه کن، من میخوام ببینم سانتیمتر مربع، سانتیمتر مربع عادت کرده داشتم با دست پاکش میکردم، 100 سانتیمتر مربع بچه چند میلیمتر مربع. بچه نگاه کنید، شما که اولین بار داری این فیلم رو میبینی، حب اینو بهت بگم، ما مثل استودیوهای دیگه نیستیم، کار ما با بقیه فرق میکنه. اونجا تحقیقت میکنم، فلان میکنم، بهمه میکنم. ما میخوایم این کلاس درس باشه، من و تو با هم توی کلاس درسیم، هیچ قطعی تو اینجا نیست. آقا اگر یک ساعت اینجا فیلم داری میبینی، یک ساعت و نیم داری فیلم میبینی، یه ضرب داریم میری. توی استادیوی دیگه بچه ها مثلا قطع میکنن، معلم اشتباه میکنه، قطع کن از اول بگو، کات کن. آقا اینجا انقدر ما مطمئنیم و میخوایم که این کلاس درس باشه و تو این کلاس درس مثل که با معلم سر کلاس درس نشستی، کاتی وجود نداره. پس یه ضرب همینجور میریم. اوکی شد؟ اگه اشتباه میکنیم با هم پاک میکنیم، مینویسیم. آقا قطع کنم، فلان کنم، یک ساعت فیلمی که تو اونجا تو جای دیگه میبینی 6 ساعت طول کشیده، ضبط شده، چند بار کات شده. اونجوری نیست. یه کلاس خودمونی میخوایم داشته باشیم که با هم صمیمی توی کلاس نشستیم و داریم درس رو با هم یاد میگیریم. این درس رو با هم یاد میگیریم و نگران نباش، انقدر خوب یاد میگیری، انقدر خوب یاد میگیری، میگی اه فیزیک انقدر آسون بوده، انقدر این کلمه رو من شنیدم از دانش آموزا، آها فیزیک انقدر آسون بوده من میترسیدم. خب چون کار ما تو پیش کنکور دیگه، دانش آموز 10 و 11 اول جای بودید 12. آخه فره ما پارسال اصلا فیزیک نمیخوندیم، اصلا هر وقت کلاس درس میومد فرار میکردیم. آقا نه فیزیک خوبه، انقدر خوبه، انقدر راحت میتونه تو رو ببره بالا. نقطه قوت ما توی کنکور فیزیکمونه و اینو خواهی دید. اینو بهت قول میدم، بهت الکی قول نمیدم فیزیک 100 بزنی 90 بزنی، نه، بر اساس توان و تلاش خودت، بر اساس توانایی خودت. فیزیک کاری واسط میکنم که بالاترین درس توی کنکور باشه. مثلا آقا اگر شیم بازم بهت میگم 40 میزنی، زیست 50 میزنی، فیزیک 60-70-80 میزنی، بهت قول میدم. و این نه اینکه فیزیکت من 100 میزنی، نه بس شما اصلا نخونی، ولی اگر با من باشی، حرف منو گوش کنی، هم واسط شیرین میشه، هم نمره بیار میشه. خب بچه من نگاه کنی، من میخوام سانتیمتر مربع رو به میلیمتر مربع تبدیل کنم. سانتی منفی دو، بچه دیگه ذهنی انجام میدم، سانتی منفی 2، میلی منفی 3، منفی 2 منهای منهای 3 میشه منفی 2 به اضافه 3، پس میشه 10 به توان 1. توان 2 ضرب در 2 کن، میشه 10 به توان 2. نگاه کن سانتی چی بود؟ منفی 2. منهای میلی چیه؟
منفی 3 بچه میشه مثبت 1. پس من اینجا چی دارم؟ 10 به توان 1 دارم. ضرب در 2 کن میشه 10 به توان 2. به همین راحتی هر سانتی متر 10 میلی متر، هر سانتی متر مربع 100 میلی متر مربع. 10 به توان 1 یعنی 10، 10 به توان 2 یعنی 100. هر سانتی متر 10 میلی متر، هر سانتی متر مربع 100 میلی متر مربع. حالا توان 3 باشه، همینجا به توان 3 میرسید. حالا اگه کسری باشه، صورت جدا مخرج جدا، حالا تو تبدیلات تو تمرینات انجام میدم، خیالت راحت. نمادگذاری علمی چیه؟ بچه تو نمادگذاری علمی ما اعدادو همیشه طوری می‌نویسیم که یه عدد داشته باشیم، این عدد ما بین 1 تا 10 باشه، یه ضریب توان 10ی داشته باشم، یه دونم یکا داشته باشم. من هر عدد رو تو نمادگذاری این ستا رو باید رعایت کنم. دقیق علمی نوشتن اینه. اینجا واسه نوشتم قسمت اول 1 تا 10، قسمت دوم 1 توان صحیح از 10، قسمت سوم 1 کمیت. پس ما می‌نویسیم آ ضرب در 10 به توان بی 1. آ من بین 1 تا 10، بی منم که بچه یه توان صحیحه. دقت اندازه گیریمون بچه، دقت اندازه گیری خب دیگه مشخصه دیگه. بچه شما دو نوع کمیت داری، وسیله داری، یه وسیله مدرج داری، یه وسیله رقمی یا دیجیتالی، درسته؟ خط کش درجه بندیه، ساعت من درجه بندی، نگاه کن ریز ریز نوشته. حالا ساعت های دیجیتالی یا همون ساعت های هوشمند شما، ما قبلا بچه بود بهش میگن ساعت کامپیوتری، اینجا میزه، حالا دیگه ساعت هوشمنده دیگه. اوکی، عدد می نویسه، اونا دیجیتالی هن. اوکی شد بچه. تو ابزارهای مدرج یا درجه بندی شده، کوچکترین درجه بندی میشه دقت. تو خطکش که شما اکثر استفاده میکنی میلیمتر. حالا ممکنه خط پشتش رو نگاه کنی، بعضی از خطکش های فلزی هست تو بازار پشتش اینچ نوشته، برای اسم ایچ باشه، ولی برای ما سانتیمتر اونم ریز نوشته میلیمتر. توی رقمی های دیجیتال آخرین عددی که اونجا می نویسه میشه دقت. اوکی بچه، من اینجا خطا رو نوشته، ولی تو کتاب شما خطا دیگه هست شده، اون و آورده تو کجا نوشته؟ تو بهتر از بدانیم. خب بچه که امسال کنکور میدن اینو دارم، و شما که برای کنکور میخوای برسید دیگه اینو نداری، خطا رو نداری. خطا بچه چیه؟ خطا تو دقت اندازه گیری، اینو دارم میگم برای کسی که امسال میخوان کنکور بدن، شاید اینو میخوان ببینن، دارن ببینن. اگر تو دانش آموز دهم هستی این قسمت ها رو بیخیال میشی، چون برای کتاب شما چی شده؟ حذف شده. خیلی از بچه بودن که آقای فخری ما میخوایم برای اینکه مرور بشه من جمع بندی کنم، شاید مثلا 2 روز 3 روز طول بکشه یه فصل رو جمع کنم، ولی بچه تو نوعی وقتی با من هستی تو همین 3-4 صفحه هر فصل چی میشه به طور کامل هست میشه، جمع بندی میشه. چرا؟ چون بچه من بعد 25 سال درس دادن میدونم به ترتیب چی رو بیان کنم. آقا این مطالب اینجا طبقه بندی شده است، این یه کتاب خونه که میری مثلا هزاران کتاب اونجاست، تو کتاب میزه شماره شو میدی سری طرف ور میداره بهت میده، چون اونا رو فایل طبقه بندی کرده. من هم میدونم که از کجا و چجوری شروع کنم و چجوری تموم کنم، اینا رو چجوری به هم وصلش کنم. تو همین کار اگه بخوای انجام بدی 10-20 برابر من طول میکشه تا همین نتیجه رو بگیری، ولی وقتی با هم میخونیم سریع به نتیجه میرسی. خب بچه دیجیتالی هم که آخرین رقمی که نشون میده میشه دقت، دقت هم با خطا چیه؟ برابره. توی درجه بندی ها خطا نصف دقته. اگر بچه خطکش شما دقتش 1 میلیمتر باشه، خطاش 0.5 میلیمتره. ولی تو رقمی بچه من رو ترازو وای میستم نوشته 92.5 دهم. این 5 دهم یعنی 1 دهم کیلوگرم، 5 دهم، 6 دهم، 7 دهم نشون میده دیگه. این ترازوی که من روش وایستادم دقتش 1 دهم کیلوگرمه. اوکی شو، دقت با خطا برابره تو دیجیتالیا. توی اندازه گیری درجه بندی یا مدرجا خطا نصف دقت. من برای اینکه دقتم بیشتر بشه پس از وسیله استفاده میکنم که دقتش بیشتر باشه،
مهارت شخص تو اندازه‌گیری خیلی مهمه، تعداد دفعات هم مهمه. اینه چیزی هستن که کتاب نوشته. شما برای اینکه دقت اندازه‌گیریت خیلی بالا بره، اگر خیلی حساس باشه 10-12 بار، یا ممکنه بچه از دانشمندان قدیم هزاران بار انجام دادن، بعد اونا رو جمع کردن میانگین گرفتن شد یه عدد که به واقعیت خیلی خیلی نزدیکه. اوکی شد بچه که بچه برای کاهش خطا چندین بار باید انجام بشه، هرچه تعداد دفعات انجام بیشتر باشه خطا چی میشه؟ کمتر میشه. بعد اینا رو میخوای میانگین بگیری، مثلا میگی 2-1، 2-12، 2-13، 2-9، یه دفعه میگی 2-6. آقا این 2-6 یه چیز پرتی، اونو میذاری کنار. این واسه همینه در میانگین گیری اعدادی که خیلی متفاوت هستن به حساب نمی آیند. بچه تا سر چگالی بریم اینا رو حل کنیم، بعد برمیگردیم راجع به چگالی هم صحبت میکنیم. بچه اینو خلاصه کنم، این جدول رو نگاه کنی، خلاصه مطالبی که بهت گفتم. آقا نقشه مفهومی رو کامل کنی. کمیت های ما، بچه کمیت من دارای یک هاست، درسته؟ آره یا نه؟ باید یکا باشه، باید در دسترس باشه و غیر قابل تبدیل باشه. یعنی برای چی باشه؟ ثابت باشه. یکا باشه بچه مثل چی؟ طول. مثل چی؟ جرم. این میشه وسط متر، این وسط میشه کیلوگرم. یکاهایی که مثل متر، کیلوگرم، ثانیه. اوکی شد. کمیت های ما دو نوع هستن، درست شد بچه؟ کمیت های برداری و کمیت های نردهی، کمیت های فرعی و کمیت های اصلی. بچه گفتم کمیت های اصلی من 7 تاست، به غیر از اون هر چی باشه میشه فرعی. سرعت، شتاب، نیرو، جابجایی، انرژی پتانسیل، مقاومت. آقا هزاران تا کمیت فرعی داری. آقا اون 7 تا رو حفظ کن، به غیر از اون 7 تا هر چی باشه میشه فرعی. پس کمیت اصلی مانند زمان و جم، کمیت فرعی بچه ها مثل چی؟ سرعت، شتاب، نیرو، انرژی، کار، ولتاژ، اینا بار الکتریکی، اینا همش کمیت های فرعی هست. کمیت های نردهی و کمیت های برداری، بچه ها کمیت های برداری چی هستن؟ بازم سرعت، شتاب، نیرو، جا به جایی، اینا کمیت های برداری هست. میدان الکتریکی و مغناطیسی که فصل سال بعد میخونی. کمیت های نرده بچه برداری رو تقریبا همش رو نوشتم، سرعت، شتاب، نیرو، جا به جایی. بقیهش طول، جرم، زمان، دما، شدت جریان، کار، انرژی، بچه ها فشار، چگالی، اینا کمیت های نرده یعنی جهت ندارن. اوکی شد. شما برداری ها رو اصلی و برداری ها رو یاد بگیر. اصلی شد طول، جرم، زمان، دما، شدت جریان، مقدار ماده و شدت روشنایی. این 7 تا اصلی، بقیهش فرعیه. کمیت های برداری من بچه ها کمن، جا به جای، سرعت، شتاب، نیروی، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی. یه دونه دیگه داریم که بچه ها تو 12 میخونی، تکانه. اونم یه کمیت برداریه، بقیهش کمیت های چی هن؟ نرده ای هن. کمیت های سرعت و شتاب و که فشار رو گفته میشناسین، کدام برداریه، کدام نرده ایه. همونجا مثال زدم دیگه بچه، اینا رو اینجا نوشتم واسه فشار. اینا همشون چی هن؟ نرده ای هن. جاهای خالی رو پر کنی، به سمت شمال میره، پس جهت داره. چی بوده؟ سرعت بوده. یکاش هم بچه چی میتونه باشه؟ متر بر ثانیه است. یکای اصلیش متر بر کیلومتر بر ساعت هم دارم، ولی اصلی نیست، تو اس آی نیست. خب بچه پس این سرعت باشه، یکی چیه؟ فشاره. یکاش هم چیه؟ پاسکاله، که فصل بعد دو باهاش کار داریم. بچه درستی و نادرستی رو حساب کنید. تمام چیزایی که اینجا به دردت میخوره رو آقا اینجا جمع‌بندی کردم. شما بیشتر تو مفاهیم مشکل داری، صحیح غلط فلان. چرا؟ چون مثلا حفظ میکنی،
حفظ کردی همون جمله دقیقا باشه مشکل، یه کمی جمله این ور اون ور بشه اشتباه میکنه. خب بچه بیایم اینجا، تمام کمیت های فیزیکی یکا دارن؟ بله. کمیت نردهی فقط با یک عدد توصیف میشود؟ بله. یکا هم داره ها، ولی بچه با یک عدد توصیف میشه. آره کمیت های نردهی عدد دارن، فقط با یک عدد توصیف میشه. کمیت های برداری علاوه بر مقدار جهت هم دارن، یکا که همشون دارن. آن بچه اینجا اومده تو کتابت، پس اینو چون یک کارم در نظر گرفته پس اینو چکار کنی؟ پس اینو می نویسیم غلط. یکا و عدد میشه چی؟ درست. درک فیزیک هر چیزی که بتوان اندازه گیری کرد کمیت، کاملا درسته. فشار یک کمیت نردهیه؟ بله. تندی یک کمیت برداریه؟ نه. بچه ما یه سرعت داریم یه تندی، تندی اندازه سرعت، بعدن خواهی خون. تندی اندازه سرعت، تندی کمیت نردهی، خواهشن دقت کن. ما یه تندی داریم یه سرعت داریم، تندی نردهی، سرعت برداریه. اصطلاحاتش تو ذهنت بمونه. نیرو کمیت برداریه؟ بله، چون جهت واسش قائل میشی. کمیت برداری به جهت نیاز نداره، غلطه. به جهت نیاز داره. یکای شدت روشنایی شم یا که همون کندلاست که کاملا درسته. یکای انرژی نیوتن، غلطه. یکای انرژی بچه چیه؟ ژول. این واسه شما غلطه. یکای نیرو نیوتن. نام یکای کمیت مقدار ماده مول. آمپر یکای جریانه، کاملا درسته. سال نوری زمان بچه نیست، مسافت. شما سال نور رو چی تعریف میکنی؟ مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. مسافت بچه مسافت فاصله است، پس واحد طوله. شما اگه بخوای ببینی بچه نور در یک سال چقدر حرکت میکنه میشه دلتا ایکس برابر با سی تی. سرعت نور چقدره؟ 3 ضرب در 8 متر بر ثانیه. یک سال نوری 365 روزه، 24 ساعته، 3600 ثانیه است. بچه شما اینا رو به هم دیگه ضرب کنی یک سال نوری میفهمی چند متره. خیلی زیاده مسافتی که نور در هر سال طی میکنه. قطر اتم هیدروژن از قطر یک پروتون بزرگتره؟ بله. اتم هیدروژن الکترون هم دور و برشه. اتم هیدروژن از الکترون سنگین تره؟ بله. اتم هیدروژن هم پروتون داره، هم نوترون داره، هم الکترون داره. ارتفاع قله دماوند، بچه اینه چیزی هستی که توی کتاب هست، از اینا خودت باید بخونی، اما زیاد چیز نیست. خب گفته کدام یک از کمیت های زیر برداری و کدام یک نردهیه. بچه نگاه کنی با بهونه نشون میدن: سرعت برداری، تندی نردهی، شتاب برداری، مسافت نردهی، جابجایی برداری، زمان نردهی، انرژی نردهی، دما نردهی، جرم نردهی، مقدارات. اوکی شد بچه؟ پس اونایی که برداری هن نگاه کن: جابجایی، شتاب، سرعت. جابجایی، سرعت، شتاب، نیرو. تعداد برداری ها کمن، اون بالا هم واسه نوشته بودم. جابجایی، سرعت، شتاب، نیرو، میدان های الکتریکی و مغناطیسی و تکانه. بقیه بچه همشون چی هن؟ نرده هن. خب بچه برای تبدیل واحد، گفتم تبدیل واحد مثال زیاد میزنم، عجله نکن، نگران نباش. بچه امروز یه کاری میخوایم بکنم که تبدیل واحد دیگه بسته بشه، چون خیلی خیلی مهمه. شاید تو امتحان معلمت یه نمره بیشتر بهت نده، ولی چون هدف ما یادگیری برای کل، هدف ما هدف بزرگیه، ما دید وسیعی داریم، پس یادت باشه تبدیل واحد رو باید یاد بگیری. خب پسر خوب نگاه کن، آقا این 297 که همیشه است، اون بلش کن، این 297 اونجا نگه دار. آقا میلی منفی 3 مگه نیست؟ میکرو چنده؟ منفی 6.
منهای 3 منهای منهای 6 میشه منهای 3 به اضافهش میشه مثبت 3. پس بچه میشه 297 ضرب در 10 به توان 3 به همین راحتی. آقا 210 210 رو بنویس ضرب داره. آقا میلی چنده؟ منفی 3. میکرو چنده؟ منفی 6. آقا میلی به میکرو بازم منفی 3 منهای منهای 6 میشه منهای 3 به اضافه 6 بازم میشه 10 به توان 3. این آقا یک ضرب داره 10 به توان منفی 15. آقا باهاش کاری ندارم، اینو داشته باش، با اون اعداد کاری نداری. آقا میخوای بگی کیلوگرم چند نانوگرمه؟ کیلو چند بود؟ کیلو 10 به توان 3، نانو منفی 9. بچه منفی 3 منهای منهای 9، 3 به اضافه 9 12، تمام. ضرب داره 10 به توان 12. ببین چقدر سریع و راحت میشه. انقدر واسط امروز میخوام مثال هر کنم که راحت بشه. آقا چون فصل اول به نظر من کمیت های نردهی و برداری، اون کمیت های اصلی ها که حفظ کردی، کمیت های نردهی و برداری به خصوص بردار با هم جمع کردنه، چون تو فصل بعد سال بعد خیلی با بردار کار داری، باید بلد باشی چجوری بردار رو با هم جمع کنی، اصلا کم کنی، چجوری برایند بگیری. خب و تبدیل واحد، تبدیل واحد بلد باید باشی. آقا توی کنکور شما توی امتحانای تبدیل واحد نکنی، فوقش نیم نصف نمره رو ازت کم میکنه. ولی بچه ها توی کنکور اگه تبدیل واحد بلد نباشی، یه سوال درست که سه تا مثبته تبدیل میشه به یه منفی، 4 امتیاز از دست دادی. خیلی مهمه، گوش کن. آقا 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 که بچه ها من دیگه ساده نمی کنم دیگه، نگاه کن اینو می نویسی 10 به توان منفی 15 با 12 بچه ها میشه چقدر؟ 10 به توان منفی 3. جواب نهایی رو نمی نویسم، من فقط تبدیل واحد انجام میدم چون بقیهش کاری نداره. آقا من میخوام متر. آهان آقا میگه آقای فخری تو من گفتی که پیشوند معلوم منهای پیشوند مجهول، توان معلوم منهای توان مجهول. آقا اینجا که پیشوند ندارم. خب بچه پیشوند نداری صفر بذار، پیشوند نداری صفر میذاری، اینجا میشه صفر منهای بچه چی؟ سه. صفر منهای سه میشه منهای سه. پس ضرب در 10 به توان منفی 3 میکنی، میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 6. حالا اینم نوشتم، ولی بچه ها دیگه بقیه رو نمی نویسن چون جواب نهایی دیگه مشخصه دیگه. یعنی بچه ها متر به کیلومتر 10 به توان منفی 3. یه چیزی بهت بگم خیال خود تو رو راحت کنم. آقا توان منفی یعنی تقسیم، توان مثبت یعنی ضرب. تو میگی متر به کیلومتر، ضرب در توان منفی 3، یعنی کیلومتر متر رو میخوای به کیلومتر تبدیل کنی، باید تقسیم بر 1000 کنی. کیلومتر به متر میشه مثبت 3، یعنی ضرب در 1000. پس توان منفی یعنی تقسیم هر کجا دیدی، توان مثبت یعنی ضرب. توان منفی تقسیم، توان مثبت ضرب. خب آقا کیلومتر به نانومتر، کیلو 3 نانو منفی 9. بچه با گرم و کیلو گرمش با اونا کاری ندارم، اینجا گرم بود اینجا متر. آقا من با پیشوندش کار دارم. اوکی بچه این همون را بالایه شد دیگه، فقط اینجا جرم یک باکتری، جرم یک پروتونه، بازم میشه 3 ضرب در 10 به توان 12. درسته 10 به توان 12. اگر خواستی کیلو رو به نانو تبدیل کنی باید 10 به توان 12 کنی، ضرب داره این. آقا سرعت یک چیتا یه از گربه سنان دیگه خودت میدونی، سرعت این موجود بر حسب متر بر ساعت. بچه از اون تبدیل واحد، حالا با چیتا و اینا کاری ندارم، کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه از اون تبدیل واحد های مهمه، اینو جدا اینجا واسط بنویسم. آقا کیلومتر بر ساعت رو میخوای به چی تبدیل کنی؟ متر بر ثانیه تبدیل کنی. آقای محترم نگاه کن، وقتی کسری باشه یه خط کسری بکش، با اون زنجیره که تو جزوه داشتیم آقا کاری نداشته باش، صورت به صورت، مخرج به مخرج. اینجا کیلو داری 3، اینجا توان چی داری 0، 3 منهای 0 میشه 3.
پس میشه 10^3. حالا بچه هر ساعت هم که دیگه بلده دیگه، هر ساعت 3600 ثانیه است، ضرب داره 3600 میکنی، 10^3 هزار تا ورداری، هزار تا از این ورداری میشه 1/3.6 متر بر ثانیه. آقا اینا دیگه حفظش کن، چون از اون پر تکرار است. کیلومتر بر ساعت، متر بر ثانیه. اگر خواستی کیلومتر بر ساعت رو به متر بر ثانیه تبدیل کنی، تقسیم بر 3.6، برعکسش ضرب در 3.6. اینو میخوام به این تبدیل کنم، پس 108 تقسیم بر 3.6 بچه میشه 30 متر بر ثانیه. پس 108 کیلومتر بر ساعتت 30 متر بر ثانیه است. اوکی شد؟ 30 متر بر ثانیه است. آقا هکتار از جمله یکهای متداوله. آقا هر هکتار 100 متر در 100 متر. نگاه کن، هر هکتار زمین شما به صورت مربع در نظر بگم 100 متر در 100 متر رو بچه بهش میگن یک هکتار. میشه چقدر؟ 100 ضرب در 100 میشه 10,000 متر مربع، که بهش میگن چی؟ یک هکتار. این تو ذهنت باشه، هر هکتار ما 10,000 متر مربع. از کجا آوردیم؟ یه زمین 100 متر در 100 متر، طولش 100 متر، عرضش 100 متر، یه عنوان چیز باشه، به هم ضرب کنم میشه 10,000 متر مربع. خب بازم اینجا خودش بهت گفته هر هکتار شما 10,000 متر مربع. اگر زمین و کره به شعاع فلان در نظر بگیریم، مساحت اون بچه چند هکتاره؟ خب بچه یه لحظه نگاه کنید، این تحقیق کنید و میندازم گردن خودم. آقا تمرین کتابه، اینو باید ببینید آقا چند درصده، چون رفته به فیزیک. تحقیق کن، یه الان سرچ کن ببین چند درصد از کره زمین رو آب گرفته، چند درصد از کره زمین رو خاکی گرفته، درسته؟ خب اونو بچه ها میخوان با هم کار کنیم. فهم من باید ببینم مساحت کره برابر با چیه؟ 4πr2. خب بچه ها 4، درسته؟ 4 رو مینویسم، پیرم بچه برای راحتی 3 بگیریم. حالا اینم باید 64 6400 رو به توان 2 برسونیم. اوکی شد بچه ها؟ 64 به توان 2 چند میشه؟ اینه بچه ها، عدد هایی هستن که توی کنکور، مثلا تو کنکور حواست باشه، تو امتحان عدد رو اینطوری نمیده، چون این تمرین کتابته، من فقط میخوام یاد بگیری. و یا نه، توی کنکور به جای 64 بچه مثلا میگه 60، درست؟ مثلا به جای 6400 میگه چی؟ بگی 6000، 6 تا 36 تا. یه همچیزی تو امتحان بهت نمیده. اگه یه همچیزی معلمت بهت بده، حتما مطمئن باش ماشین حساب آزاد میکنه. ولی من نوعی، چون من به ماشین حساب زیاد اعتقاد ندارم، اعداد رو روند میکنم، چون تو کنکور ماشین حساب اجازه استفاده از ماشین حساب رو نداری. خب بچه اینو به توان 2 میرسونیم، 4, 3, 12 اینو به توان 2 رسوندم. چقدر شد؟ یادم رفت، 4096. 4 تا 0 جلوش میزنید، 10^4. خب بچه اینو ضرب داره 12، حالا که اینو زنید ضرب داره 12ش هم کنم، میشه چقدر؟ 49152 ضرب داره 10^4 متر مربع. خب حالا بچه تا این، حالا من با این عدد کاری ندارم، من با این کار دارم. آقا هر متر، هر هکتار من 10^4 متر مربع. یعنی چی؟ اگر خواستی هکتار رو به متر مربع تبدیل کنی، ضرب در 10^4 میکنی، متر مربع به هکتار تقسیم بر 10^4. من میخوام ببینم چند هکتاره، پس اینو تقسیم بر 10^4 میکنم، این میشه چقدر؟ 49152 هکتاره. پس بچه‌ها زمین کره زمین ما 49152 هزار چیه؟ 49152 هکتاره. اوکی شو؟ خب حالا بچه بریم اینجا، با این کاری ندارم، فقط میخواستم یاد بگیری، هکتار به گوشت خورده باشه. آبیم اینجا میخوام جاهای خالی رو پر کنیم. بچه از اون پر تکرار هست، چرا چگالی برابر با جرم واحد حجم برای چگالی کار داری؟ گوش کن، من میخوام این یکه ها به گوشت خورده باشه. آقا من میخوام اینو تبدیل واحد کنم،
با این عدد فعلا کاری نداره. اینو بیا اینجا یه خط بکش. خط تو بچه ها کشیدی. گرم به گرم تبدیل واحد نمیخواد. آقا اینو باید یادت باشه. آقا نگاه کنیم بچه ها. خیلی از بچه ها فقط حفظ کردن. اینو بذار بهت بگم این لیتر از کجا اومده. آقا این لیتری که ما میگیم هی لیتر 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 میگیم، آقا هر دسیمتر مکعب یادت باشه یک لیتر. آقا دسیمتر مکعب لیتر، اوکی شد؟ دسیمتر مکعب لیتر. من میخوام ببینم سانتیمتر مکعب چند لیتر. منو نگاه کن، سانتیمتر مکعب چند لیتر، به جای لیتر چی میذارم؟ دسیمتر مکعب میذارم. خب بچه اینجا دیگه تبدیل واحد واسط راحت میشه. اگر حفظ کرده که هیچی، اگر احیانا یادت رفت باید این کارو کنی. سانتی چیه؟ منفی دو. منهای دسی چیه؟ منفی یک. آقا منهای دو، منهای منهای یک میشه مثبت یک، میشه ده به توان منفی یک، به توان سه میرسونی منفی سه. پس بچه یادت باشه هر سانتی متر مکعب ده به توان منفی سه دسیمتر مکعبه. یه بار دیگه میگم هر لیتر دسیمتر مکعبه. اسم واسش گذاشتن. سانتی منفی دو، دسی منفی یک. منفی دو منهای منهای یک میشه منهای یک، به توان سه میرسونی یعنی ضرب در سه میکنی میشه منفی سه. پس یادت نره، این خیلی مهمه. هر لیتر سانتیمتر مکعب من، هر سانتیمتر مکعب من ده به توان منفی سه لیتره، یا برعکسش هر لیتر من ده به توان مثبت سه سانتیمتر مکعبه. اوکی شد بچه ها؟ این سانتیمتر مکعب و بچه ها بهش سی سی هم میگن. پس دسیمتر مکعب اسم اختصاریش لیتر، سانتیمتر مکعب اسم اختصاریش سی سیه. سی سی سانتیمتر مکعب، لیتر دسیمتر مکعب. خب بچه دیگه بقیهش کاری نداره. این سانتیمتر مکعب به لیتر میشه منفی سه، میاد بالا میشه مثبت سه. پس سانتی گرم بر سانتیمتر مکعب من میشه ده به توان سه گرم بر لیتر. حالا این پنجم که بهش ضرب کن دیگه، این عدد باش کاری نداره. خب بچه اینجا میخوام چیکار کنم؟ گرمو به کیلوگرم تبدیل کنم. آقا گرم بر سانتی متر مکعب و میخوام بر از به کیلوگرم بر متر مکعب بنویسم، لیتر مکعب بنویسم. نگاه کن، گرم به کیلوگرم، گرم پیشبندش چیه؟ صفره. کیلو سه، صفر منهای سه میشه منهای سه. سانتی متر مکعب به لیترم که الان به دست آوردم چقدره؟ منفی سه. آقا منفی سه با منفی سه پر. پس گرم بر سانتی متر مکعب من با کیلو گرم بر لیتر برابره. آقا این دوتا با هم برابرن، تبدیل واحد ندارن. چرا؟ خیلی خلاصه بهت بگم، گرم یک هزارم کیلو گرمه، سانتی متر مکعب یک هزارم لیتره. پس پر، پس پنج و نیم گرم بر سانتی متر مکعب همون پنج و نیم کیلو گرم بر لیتره. اینجا این از اون پر تکرار است، این وسط از اون پر تکرار است. آقا کیلوگرم به گرم، کیلو سه، اینم که پیشوند نداره صفر، سه منهای صفر سه میشه ده به توان سه. آقا متر به سانتی متر، متر صفر، سانتی منفی دو، صفر منهای دو میشه دو، به توان سه ضرب در سه میکنی میشه شیش. ببین چقدر کار راحته. اینجا بازم میگم این پیشوند نداره صفر، این منفی دوه، صفر منهای دو دو، به توان سه یعنی ضرب در سه میشه شیش، میشه ده به توان شیش، ده به توان شیش میره بالا میشه منفی سه، منفی شیش با سه. پس میشه گرم بر سانتیمتر مکعب. بچه ها اینو اینجا می نویسم چون خیلی پرتکراره. پس کیلوگرم بر متر مکعب برابر با ده به توان منفی سه گرم بر سانتیمتر مکعب. حفظش کن، اونجا بالا واسط اثبات کردم، ولی یاد بگیر تو فصلهای بعد دیگه واسط به دست نمیارم. یا اینجوری بگو، گرم کیلوگرم بر متر مکعب
میخوای به چی تبدیل کنی؟ گرم بر سانتی متر مکعب، اینو به این خواستی تبدیل کنی، تقسیم بر هزار، برعکسش ضرب در هزار. داشته باشین و 100% تو کنکور داری، یا تو چگالی داری مستقیم، یا تو رابطه روجیهاش فشار داری، 100% ازش سوال داری. 100% هم تبدیل واحدشو بهت یاد دادم، کیلوگرم به گرم ضرب در هزار، متر مکعب به سانتی متر مکعب ضرب در 1,000,000. یعنی شما باید ضرب در 3 کنی، تقسیم بر 1,000,000 کنی، 3 تا صفر بالا با 3 تا صفر پایین میره، یعنی تقسیم بر 1,000 کردی، تمام شد رفت. خب این کیلوگرم به کیلوگرم تبدیل نداره، متر مکعب به لیتر هم که بچه چقدره، متر مکعب میخوام به لیتر تبدیل کنم، چیکار کنم؟ آقا من یادم رفته، من میگم آقا متر مکعب لیتر، لیتر دسیمتر، دسی چیه؟ منفی یکه. متر مکعب که پیشوند نداره صفر، دسی منفی یک، صفر منهای یک، صفر منهای منهای یک میشه یک، به توان سه میرسونی، ضرب در سه میشه 1,000. بچه پس اینم یادت باشه، هر متر مکعب شما، هر متر مکعب شما 1,000 لیتره. بازم میگم لیتر دسی متر مکعبه. ممکنه فردا شما میگن هر لیتر چند، نمیدونم میکرومتر مکعبه. لیتر رو بذار دسی، میکرو منفی 6، دسی منفی 1، میکرو منفی 6، منهای 1 منهای منهای 6 میشه 5. بچه پس هر لیتر شما چون دسیه میخوای به میکرو تبدیل کنی، باید 5 بنویسی. حالا چون توان 3 داره میشه 15. هر لیتر شما بچه 10 به توان 15 میکرومتر مکعبه. ببین چقدر کار واسط راحت میشه. چیزی که باید یادت نره، هر لیتر دسی متر مکعبه، دیگه هیچ وقت یادت نمیره، به هر چی خواستن تبدیل کنی. من نمیخوام حفظ کنی، بعضی از بچه میگن هر لیتر 1,000 سانتی‌متر مکعبه، هر لیتر 1,000 سانتی‌متر مکعبه، هر متر 1,000 لیتر. آه برای چی؟ لیتر دسیه، دسی منفی یکیه، لیتر دسی متر مکعب، فهمید شد؟ به توان سه باید برسه. خب پس متر مکعب به لیتر، هر متر مکعب 1,000 لیتره. چرا؟ بازم میگم این دسیه، لیتر متر مکعب نداره صفر، لیتر منفی یکه، صفر منهای منهای یک یک، به توان سه تمام. پس میره بالا میشه منفی سه. پس کیلوگرم بر متر مکعب رو خواستی که به کیلوگرم بر لیتر تبدیل کنی، منفی سه. بعد حالا 2.5 هم بعدن بنویس. خب شتاب یک ماشین مسابقه ای، کیلوگرم بر بچه هم چیزی نداریم، ولی بازم مثلا نوشتم، شما با این عدد گفتم کاری فعلا نداشته باش، اونو بعدا می نویسی. تو میخوای کیلومتر بر ساعت به توان دو رو، یعنی مجذور ساعت رو به چی تبدیل کنی؟ متر بر مجذور ثانیه. خب بریم اینجا، کیلومتر به متر، سه صفر، سه منهای صفر سه، هر ساعت هم که 3600 ثانیه است، میشه 3600 به توان دو. اوکیه، به توان دو رسیده دیگه. حالا بچه این سه اشتاده که با این چی بشه؟ ساده بشه. پس می نویسید این هم که 10^5، سه تا بیا جلو، یه 10^2 بمونه، اینو می نویسم 10^3 و 10^2. 10^3 بچه ها سه تا میام جلو، من اگه ممیز اینجا نبود، 1, 2, 3 هزار داره، هزارش کردم. خب این عدد منه، اوکی شد؟ ضرب داره چی باید بشه؟ ضرب داره این 10^3 تقسیم بر 3600 ضرب داره 3600. یه 3600 با یه 3600 میره، پس میشه 10^5 تقسیم بر 3600. گفتم بچه یه همچیزی تو امتحان بهت نمیدم، فقط گفتم طریقه تبدیل واحد تو ذهنت باشه. صورت جدا، مخرج جدا، صورت جدا تبدیل کن، مخرج جدا تبدیل کن. خب بچه اینم که بهت دیگه گفتم، اینا دیگه حفظش کن دیگه. هر لیتر 10^-3، یه بار دیگه میگم لیتر دسیه، دسیمتر مکعبه، این میشه منفی 1، این میشه 0،
منفی یک منهای صفر میشه منفی یک، به توان سه میرسونی منفی سه. اینا چیزی هستن که چون پرتکرارن یه بار دیگه اینجا نوشتم تو ذهنت باشه. پس هر لیتر ده به توان منفی سه متر مکعبه، هر سانتی متر مکعب ده به توان منفی سه لیتره. چرا؟ سانتی منفی دو، لیتر دسی منفی یک. منفی دو منهای یک، بازم میگم منهای دو، ضرب در سه کن چون توان سه داره. هر متر مکعب، بچه هر لیتر 1000 متر مکعب باشه، هر متر مکعب 1000 لیتره، هر لیتر هم که 1000 سانتی متر مکعبه، برعکسشه دیگه. تبدیل واحدهای زیر رو انجام بده. سانتی به متر، منفی دو منهای صفر منهای دو، به توان دو منفی چهار. متر به نانو، متر بچه چی بود؟ صفر. نانو منفی نو، صفر منهای منهای نو نو، به توان دو یعنی ضرب در دو 18. متر میلی متر به متر، میلی منفی سه، متر هم که صفره میشه منفی سه، به توان دو میشه منفی 6. متر به سانتی متر مربع، متر مربع به سانتی متر، صفر منهای دو، صفر منهای منهای دو 2، به توان دو 4. نانومتر مربع به متر مربع، نانو منفی 9، متر صفر پیشوند نداره، منهای 9 منهای صفر میشه منهای 9، به توان دو یعنی ضرب در دو منفی 18. متر به میلی متر، متر صفر میلی منفی 3، صفر منهای منهای 3 مثبت 3، توان دو ضرب در دو 6. یه بچه نیا کن آخر تبدیل واحد رو واسط نوشتم دیگه، اوکی شد. مقدار بار الکتریک رو بچه از من خواسته، مقدار بار الکتریکی الکترون 160 ضرب در فلانه. مقدار بار بر اساس کولون بنویس. آقا میکرو کولون دارم، میخوام به چی تبدیل کنم؟ به کولون. میکرو منفی 6، اینم پیشوند نداره، منفی 6 منهای 0 میشه منفی 6. پس بچه ها هر میکرو کولون 10 به توان منفی 6 کولون تمام. خب حالا می نویسم 160 ضرب در 10 به توان منفی 15 میکرو کولون ضرب در 10 به توان منفی 6 میکنی تا بشه بچه ها چی؟ بشه کولون. اینا باید نماد علمی بنویسی. نماد علمی میشه 1 و 6 ضرب در 10 به توان 2، درسته؟ این نماد علمیت. اونم که ضرب در 10 به توان منفی 21 داری، پس میشه 1 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کم بار یک الکترونه. بر اساس چی به دست اومد؟ کولون. اینو دیگه انقدر شنیدین، هر بار کولون 1 و 6 ضرب در 10 منفی 19 کولونه به دست ما آوردیم. نماد علمیش رو حواست باشه. 160 رو نوشتم یه ممیز میذارم، دو تا اومده عقب. تبدیل واحدش هم که بلد بودی دیگه، میکرو منفی 6 کولون صفر پیشوند نداره صفر، منهای 6 منهای 3 میشه منهای 6. جرم کدام گزینه جرم یک زنبور رو به صورت نماد علمی درست نوشته؟ پس بچه یک و نیم باید باشه. بچه اصلا این غلطه دیگه، اصلا هیچی دیگه، یک و نیم. حالا بقیهش 1 2 3 4 تا ممیز رفته جلو، منفی 4 ممیز به سمت راست بره، یعنی عدد رو بزرگش کردی، باید توان منفی بنویسی. به سمت چپ عدد رو کوچیک کردی، باید توان مثبت بنویسی. خب بچه آخرین مطلب ما بریم برای چگالی. چگالی هم بچه چیز خاصی نداره، یه محاسبه یه ساده است. چگالی بچه جرم واحد حجم، جرم واحد حجم. آقا یه چیزی داشته باش، ما گفتیم هر چیزی تو مخرج باشه واحده. پس وقتی بهت میگه جرم واحد حجم، بچه من تعریف و بلد باشم راحت رابطرم مینویسم. آقا تمام کمیت هایی که تو مخرجن جلوش یه دونه یک بذار. جرم واحد حجم، جرم تقسیم بر روی میشه جرم واحد حجم. اینا هم که بچه اونجا بالا تبدیل واحداش رو نوشتم، هر گرم بر سانتی متر مکعب، کیلوگرم بر لیتر، هر کیلوگرم بر لیتر 1000، اونم 1000 گرم بر لیتر. ما این دوتا خیلی باهاش کار داریم.
پس اگر خواستی گرم بر سانتی متر مکعب و به کیلوگرم بر متر مکعب تبدیل کنی، ضرب در هزار میکنی، برعکسش تقسیم بر هزار. معمولا لیتر نمیدن توی سوالات، ولی اگه داشته باشم که واسط تبدیل واحدشو کردم. چگالی آلیاژ هم که بچه ها خواستی اگه بنویسی، مجموع جرم ها رو تقسیم بر مجموع حجم ها میکنی، چگالی آلیاژ یا مخلوط واسط به دست بیاید. آقا یک توپ جامد دارم دارای جرم فلان و حجم فلان، چگالش؟ گرم. آقا این گرمه، اینم گرمه، اصلا تبدیل واحدم نخواسته، فقط رو مساوی با ام به روی وی، به هم فقط باید تقسیم کنه. 50 تقسیم بر 20 میشه 2.5 گرم بر سانتی متر مکعب. حالا ما یه قدم جلوتر بریم، کیلوگرم بر متر مکعب. آخه این سواله که تو امتحان بهت داده بچه، همه سوالات امتحان پایان ترم اونا که پرتکرار بوده واسط آوردم اینجا. چگالی خودش به تنهایی چیز خاصی نداره، اصلا نگرانش نباش. بچه اینا که واسط نوشتم که برای مفهوم چگالیه، گفته چگالی در واحد، در واقع جرم واحد حجم، درسته؟ چگالی یک لیوان آب با چگالی کل آب دریا برابره؟ بله. اصلا کل ماده برای من مهم نیست، شما یه لیوان آب داشته باش، دریاها آب داشته باش، من یه واحد از اون میخوام، یک سانتی متر مکعب از اون آبو میخوام بذارم چگالش اندازه گیری کنم، درسته؟ اینم درسته. با هر کردن آب تغییر نمیکنه، غلط. مشخص نمک وقتی تو آب میریزی بچه چگالی میره بالا، چگالی میره بالا، چون مخلوط بهش اضافه میشه. مثلا آب خالص چگالش 1000، آب دریا تا 1200 هم میرسه. خب اجسامی که در آب فرو میرون چگالی کمتری دارن، غلطه. هر جسمی سرکس چگالش کمتر باشه رو میمونه، هر جسمی چگالش بیشتر باشه میره زیر. به ازای جرم ثابت و یکسان چگالی با حجم نسبت عکس داره، بله. رو مساوی با ام به روی ویه، ام ثابت باشه حجم رو زیاد کنی چگالی کم میشه، کاملا درسته. چگالی با جرم رابطه مستقیم نداره، غلطه. رو با ام رابطه مستقیم، با وی رابطه عکس داره. خب بچه اگر 100 گرم آب یخ بزنه، چگالی آب یک، چگالی شما در این فرآیند جرم یخ از آب، جرم یخ از آب قبل از یخ زدن بیشتر یا مساوی؟ خب بچه نگاه کنید، جرم یخ از آب، بچه نگاه کنید، وقتی یخ به آب، آب به یخ تبدیل میشه، تغییر حالت میده، حجمش تغییر میکنه، چگالش تا مقدار ماده که بچه تغییر نمیکنه. آقا ام ثابته، حواست باشه ام یخ با ام آب برابره، تغییری در اون به وجود نمیاد، چرا باید عوض بشه؟ آقا شما فقط نگاه کن، یخ چگالش کمه، بچه من نگاه کن، اما چون ثابتن، شما چی می‌نویسی؟ رو یک وی یک برابره با چی؟ رو دو وی دو. اینو طرف این وسط این کنی میشه رو دو به رو یک مساوی با وی یک به وی دو. این بالا هم وسط گفتم برای جرم ثابت چگالی با حجم رابطه عکس داره. آقا مگه چگالی یخ کم نیست؟ پس وقتی که آب یخ میزنه، چون چگالش کم میشه حجمش زیاد میشه. بچه دیدی آبو میذاری توی آبو تو شیشه میریزی در بس تو فریزر بزنه شیشه میترکه، یا زمستونا دوره بره لوله های آب پس شیشه میپیچن، برای اینکه بچه لوله نترکه. چرا؟ چون وقتی آب یخ میزنه، چون چگالی یخ از آب کمتره، رو با وی رابطه عکس داره، چگالی کم میشه حجم زیاد میشه. امین چقدر مفهوم یاد گرفتن راه بهتره؟ این نسبت ها تو ذهنت باشه. شما اگه با من باشی، ما دیدیم حالا چون امتحان تشریح زیاد نه، ولی برای کنکورت همش نسبی حل میکنیم، رابطه نمی نویسیم. من نوعی میخوام تو کنکور موفق باشم، باید حداقل 50-60 درصد سوالات رو ذهنی حل کنم. برای ذهنی حل کردن باید این تناسبات تو ذهن من باشه. خب بچه سه تا مایه مخلوط نشدنی ریختیم.
خب چی گفته؟ گفته جنس هر یک از مایه ها رو مشخص کن. بچه اونی که مایه که زیره چگالیش زیاده، چگالی جیوه، پس بچه پایینی جیوه است. اونی که پایینه چگالیش بیشتره، یادت نره اون ماده که پایین تره چگالیش بیشتره، پس جیوه است. بعد چی داریم؟ آب داریم و روغن زیتون. آب چگالیش 1000، روغن زیتون 9200. بچه ها درسته؟ چگالی روغن، آره دیگه. پس این برای من میشه آب، اینم برای من میشه روغن. اوکی شد؟ چگالی روغن بچه ها 920. درسته، چگالی روغن 920. پس رو میمونه جیوه، آب و روغن. بچه این تو ذهنت باشه، تو فشار، تو فصلهای بعد خیلی باش کار داریم. اون مایه که یا اون ماده که چگالش کمه همیشه رو قرار میگیره. این سوال بچه از اون سوال پر، حتی تو کنکورت هم اومده چگالی یخ برابر با 9 دهم باشه، حجم یخ چندین برابر حجم آبه. بچه ها نگاه کنید، همون که بود، ام که تغییر نمی کنه. اون بالا بهت گفتم آب به یخ، یخ به آب تغییر نمی کنه. چگالی یخ به چگالی آب برابر با حجم، جرم ثابته، میشه چی؟ حجم آب به حجم یخ. بچه ها نگاه کنید، چگالی یخ چقدره؟ 9 دهم. چگالی آب چنده؟ 1. اینو ساده کنی میشه 9/10. این تو ذهنت باشه، از اون پر تکرار است. این برابر میشه با وی آب به وی یخ. یعنی بچه اگر 9/10 حجم آب به حجم یخ، میشه 9/10. یعنی اگر شما 9 سیسی آب رو منجمد کنیم، 10 سیسی بهت یخ میده. اگر 18 سیسی، مثال دارم میگم، نسبت 9/10 تو ذهنت بمونه، اگر 18 سیسی آب یخ بزنه میشه 20 سیسی یخ. آب یخ 90، 100، 900، 1000، 27، 30، ضرب در 4ش کن 36، 40. اوکی شد؟ نسبتشون 9/10. به همین راحتی دیگه هر عددی به اتداده میتونی جواب بدی. خب اینا رو من ازت میخوام، حالا زیاد نمیخوام وارد بشم واسه حل تستی ها، ولی روش تشریحش هم همینه. آقا چک برای جرم ثابت، برای جرم ثابت ام ویوم برابر با چیه؟ روه. وی با رو رابطه عکس داره. چگالی کم حجم زیاد. بالون چرا میره بالا؟ بالون دیدی آتش روشن میکنی، هوای گرم میره تو بالون، هوا گرمه، منبسط شده، حجمش زیاده، چگالیش کمه. این چقدر واسه شیری نمیشه. تو وقتی فیزیک خوب یاد بگیری، پدیدهای اطرافت راحت میتونی توجیه کنی. واسه کار چی میشه؟ راحت میشه. حالا بچه دیگه بقیهش کاری نداره دیگه. حجم یخ چندین برابره؟ حجم یخ 9/10. من حجم آب به حجم یخ 9/10 داده. اون چی رو ازت خواسته؟ حجم یخ رو خواسته. حالا جا به جا کن دیگه، حجم یخ به حجم آب میشه چقدر؟ 10/9. 10/9. حجم آب 9/10 یخه، حجم یخ 9/10 آبه. جا به جا میکنی، کاری نداره. نمودار تغییرات دو جسم برای من کشیده، چگالی کدوم یکی بیشتره؟ بچه نگاه کن، ام بروی وی. منو نگاه کنیم، این شیب خطا برای ما خیلی مهمه. من همیشه میگم بچه ها هر وقت شیب خطی رو خواسته به دست بیاری، چگاه کن قائم و به افق تقسیم کن. حالا تو قسمت های بعدی انقدر این شیب خط رو واسط باز خواهم کرد که کار واسط راحت بشه. شیب خط میشه قائم بر افق. محور قائم من چیه؟ امه. محور افق من چیه؟ ویه. ام بروی وی با چی برابره؟ با چگالی. پس بچه ها هر چقدر شیب خط بیشتر باشه، چگالی بیشتره. این شیب خط خیلی مهمه، مهم به توان بی‌نهایت. تو همه کتاب ها، تو همه فصل ده هم، یازده هم، دوازده هم با شیب خط کار داری.
حالا یه جلسه شیب خط رو برات کامل باز خواهم، یالا به تا تر حد همین امتحان پایان ترمه، ولی برای کنکور من یه جلسه راجب شیب، اصلا یک ساعت راجب شیب صحبت کردم اونجا، خیلی باش کار داری. کلی فعلا یادت باشه خودمونی، هر وقت خواستی شیب خط یک نمودار رو پیدا کنی، محور قائم به افق تقسیم کن، ببین با چه کمیتی برابره. نمودار نمودار ام وی کشیده، امو تقسیم بر وی میکنی، ام بروی وی برابره با چگالی. شیب هم که خودت میدونی زاویه با خط افقه، این شیب خط منه، این شیب صفره. هرچه نمودار من میره بالاتر شیب بیشتر، پس هرچه میره بالاتر شیب بیشتر. تو این نمودار شیب خط من با چگالی برابره، هرچه میره بالاتر چگالی بیشتر میشه. اما بچه سوال آخر، چگالی مخلوط گفته که بچه چگالی مخلوط اون بالا واسه چی نوشتم؟ چگالی مخلوط میشه مجموع جرم ها تقسیم بر مجموع حجم ها، مجموع جرم ها تقسیم بر مجموع حجم ها. بچه اینجا چی بهت داده؟ حجم داده و چگالی. جرم میبینی؟ نه. بچه در حالت کلی شما اگر این رابطه رو کلی یاد داشته باش، مجموع جرم یعنی جرم کلو تقسیم بر حجم کل کنی میشه چگالی مخلوط. حالا شما میتونی تو رابطه به جای ام رووی بنویسی یا به جای وی چی بنویسی؟ ام به روی رو. نمیخوام حفظ کنی، کتاب های دیگه مینویسن رو یک وی یک، رو دو وی دو، تقسیم بر وی یک به زاوی دو. آقا چگالی مخلوط یعنی جرم همشون تقسیم بر حجمشون، مجموع جرم ها تقسیم بر مجموع حجم ها، جرم کل تقسیم بر حجم کل. حالا دیگه اون وسط هی نه رابطه بنویسی رو یک وی یک به اضافه رو دو وی دو، سنگینش نکن. اگر امو نداشتی به جای ام رووه بذار، اگر وی رو نداشتی به جای وی ام روم بذار، خود به خود همه چی حله. اضافه رابطه حفظ نکن، خودتو درگیر روابط نکن. توی کتاب های مختلف آقا این چقدر خوبه روابط مختلف می نویسی، کتاب گفته آقا اگر این بود اینو بنویس. تو روز اول خوشت میاد چون اون سوال راحت کردی، پسر خوب دختر خوب، اگه اون سوال نیومد چیکار کنم؟ اگر یه کمی عوض شد چیکار کنم؟ فهمیدی چی میگم؟ حالا منو نگاه کن، الکلو بنویسم یک، اینم یک، آبا بنویسم دو، اینم میشه چی؟ دو. حالا بچه چون من ام ندارم به جاش چی میذارم؟ رووه. میشه رو یک وی یک به اضافه رو دو وی دو تقسیم بر وی یک به اضافه وی دو. حالا بچه نگاه کنی صورت و مخرج جفتشون وی دارن، پس تبدیل واحد نکن به شرطی که همه شون این هم باشن. وی ها این هم باشن تبدیل واحد نمیخواد، رو هم این هم باشن تبدیل واحد نمیخواد. خب چگالی محلول رو از من خواسته. خب بچه بریم جلو دیگه، چگالی الکل چقدره؟ یکت هشتهم ضرب در حجمش 50 به اضافه چگالی آب یک حجمش 150 تقسیم بر مجموع حجم ها، مجموع حجم ها 50 به اضافه 150، پس چگالی مخلوط من چه شود؟ چگالی مخلوط من بچه این میشه 50 ضرب در 8 میشه 40 به اضافه 150 تقسیم بر 200 میشه 190 تقسیم بر 200 9.5 گرم. اینا همشون گرم بر سانتی متر مکعب بودن، این میشه گرم بر سانتی متر مکعب. خب بچه عزیز فکر کنم شما که دهم هستین جلسه اول بود که با من بودین، فصل از فصل اول اگه نگاه کنین، فصل دو و سه بچه حتما نگاه کنین، خیلی توی دیدت نسبت به فیزیک عوض میشه. بچه های 11 و 12 حتما اگه نگاه کردین بدیدی که چقدر جنبندی واسهت راحت تر شد. بچه جلسات بعد میبینم اتون، فصل بعدی فصل فشار رو با هم کار میکنیم،
و بقیه فصل‌ها هم همینطور. و فقط از شما یه خواهشی دارم، فیلمو که نگاه کردی مثال‌های جزوه رو یه بار دیگه برای خودت حل کن، کتابو یه بار روخونی کن، تمنای کتابو حل کن، بهترین نمره رو تو امتحان خواهی گرفت، بهت قول میدم فیزیکم واسط راحت میشه. بچه خسته نباشین، تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خسته نباشی. I'm gonna say it.